سلام دوستان، وقتتون به خیر. و شب گذشته توجه ها به شاه چراغ با یک جنایت از سوی تروریست ها جلب میشه، جنایتی که داعشی ها در میدان آن را رقم میزنند و زائشی ها در توییتر تأکید میکنند کار خودشونه، تلاش میکنن روش حاشیه امنی ایجاد بکنن، کاوری ایجاد بکنن تا بعدن این داداش داعشیشون که رفت دادگاه با هشتگ های اعدام نکنید برن قشنگ دفاع بکنن ازش. آقا جمهوری اسلامی میگه ایران سوریه ممکنه بشه، حواستون هوشیار باشید. مردم دروغ میگه. ببین همش ملت و اسکای ملت رو گرفته. شما دقیقا در مسیر سوریه سازی ایران اگر بتوانید حرکت میکنید. شما بیشرفهایی هستید که با کمک داداشهای داعشی خودتان اگر بتوانید آرامش از مردم ایران میگیرید. با شما بیشرفها ایران که هیچی، هر کجای عالم باشه، مریخ هم اگر شماها برید اونجا به سمت سوریه سازی حرکت میکنه. ما با جرثومه های وطن فروشی طرفیم. یه نگاه به فضای مجازی بندازید، داعش داشته در میدان جنایت میکرده، زائش در مجازی میدان جنایت میکرده. شاهکار هستن اینها. میخوایم بریم یک دور بررسی کنیم ببینیم چی اتفاق افتاده و پلیس و نیروهای امنیتی چه کاری انجام میدن. 240 تا گلوله داشته وارد حرم میخواد بشه، 8 تا گلوله رو به سمت پلیس شلیک میکنه، به سمت اون کسی که محافظ حرم بوده که او به زمین بیفته و این بتونه با خیال راحت وارد بشه، از همه گلوله های باقی مانده، بیش از 200 گلوله باقی مانده استفاده بکنه. میخوایم بریم یک دور با روایت حماسه‌ای که اینجا اتفاق میفته و عزیزانی که مظلومانه میسن گلوله میخورن و یکی از آنها شهید میشه همراه بشیم، کسانی که میکوشن برای اینکه از رخ دادن یک فاجعه جلوگیری بکنن. ببینیم ویدیو رو، برمیگیم نکاتی دارم ارسال کنم. سلام، درود، ساعت نورانی شهدای عزیز. متاسفانه امروز مقارن اذان مغرب یک حادثه تروریستی در حرم مطهر آقا احمد بن موسی شهر شیراز رخ داد. شهر حادثه به این شکل است که ما الان یکی از درهای فرعی حرم به نام درب باب المهدی هستیم که این در به سمت بازار هست و این دارو بازار اطراف حرم هست. موقع نماز مغرب عشا این بازار کاملا شلوغ است و ازدحام جمعیت بالا است. دوبار هم به همین ترتیب ازدحامشون برای تردد و برای حضور در حرم خب در حد اکثر خودش است. در این لحظه یه فرد تروریستی با استفاده از اسلحه جنگی لوله بلند و با همراه داشتن 8 خشاب جنگی که هر خشاب 30 تیر، 240 تیر همراه داشته و از همین در ورود میکنه. قبل از در شروع میکنه به تیراندازی و عوامل انتظامی در این منطقه مستقر هستن و شروع میکنه به سمت عوامل انتظامات تیراندازی میکنه، به طوری که ما یک برجک یا یک اتاق نگهبانی گوشه داریم که این اتاق نگهبانی 8 تیر بهش شلیک میشه، یعنی 11 تیر کلن توریست موفق به شدید میشه. از این 11 تیر 8 تیرش مستقیما به سمت اتاق نگهبان مسلح است. خب 4 نفر از عوامل انتظامات درب ورودی که هم عوامل انتظامات سپاه هستن و هم خدام هستن، 4 نفر اینجا تیر میخورن که یکی از این 4 نفر عوامل انتظامی به شهادت میرسه و تروریست از اون مرحله عبور میکنه و میخواد وارد حرم بشه. این راهرو رو طی میکنه. لایه دوم حفاظتی که معمولا تو حرم در حال گشت هست بلافاصله اونا وارد عمل میشن، به سمت تروریست تیراندازی میکنن و نهایتا یه تعداد از عوامل هم که نزدیک صحنه و داشتن تعقیب میکردن سریع تروریست رو هل میدن، میندازن رو زمین و اون رو دستگیر میکنن و جلوگیری میکنن از اینکه بخواد ادامه تیراندازی داشته باشه. فرد تروریست الان در اختیار ما هست و انشاءالله با امید خدا بررسی فنی میشه و حتما جزئیات به استحضار مردم عزیز و شریف ایران اسلامی خواهد رسید. سپاس علیکم. خیلی خوب، بخشی از این ویدیو رو با هم دیدیم. تلاش کرده که وارد بشه. یه چیزی رو من داخل پنتز لازم یادآوری بکنم، همیشه در ماجراهای این شکلی اون چیزی که اتفاق میفته فرقی نداره در کجای دنیا باشه، غافلگیری وحشتناکی هست که نیروهای امنیتی و هر کسی که
در میدان هست رو اولا درگیر میکنه، دوما دچار استرس میکنه. شما سالها در یک جایی ممکن هست پست نگهبانی بدید، رفت آمد داشته باشی، محافظ باشی، بروبیایی داشته باشی، ولی میدونی که احتمالاً امروز هم مثل روزهای قبل قرار هست یه روز معمولی باشه. اون چیزی که اتفاق میفته در لحظه غافلگیریه. اینها در اوج آمادگی، در اوج هوشیاری، در اوج شرافت، در اوج مدیریت خودشان تلاش میکنن به هر شکل ممکن اگر لازم شده گلوله‌ای به اینها برخورد بکنه. اما از ورود این تروریست داعشی به داخل حرم و اصابت بیش از 200 گلوله به کسانی که در صحن بودن جلوگیری بشه. یه نکته رو من یادآوری بکنم، فکر میکنم در بخشی از ویدیو هم بهش اشاره کرد که تایمی که انتخاب میکنن، تکفیری ها اسم خودشون رو مسلمان گذاشتن، تایمی که انتخاب کردن دقیقا تایمی بوده که مردم داشتن آماده میشدن برای عبادت. خب مشخصه که در این بازه زمانی جمعیت زیادی در حرم دیده میشه و شرایط فراهم هست به جهت اینکه همه 200 گلوله استفاده بشه. من لازم بود این رو توضیح بدم که بررسی داشته باشیم پیرامون بازی کثیفی که این تروریست ها در این بخش از ماجرا داشتن. بریم فیلم لحظات بازداشتش رو با هم ببینیم، لحظاتی که این تکفیری رو بازداشت کردن، بعد برمیگردیم توضیحات دیگری هست با هم مرور کنیم. تو کی پوه؟ تو کی پوه؟ یه نازو بار رو بار دو. هیچ با چیش؟ نه. فقط هرون زادن. فقط هرون زادن. هیچی. خیلی خوب، بخشی از این ویدیو رو با هم دیدیم، لحظاتی از بازداشت تروریست تکفیری حاضر در حرم شاه چراغ که ظاهرا منتقل همیشه در همون بازه زمانی به بیمارستان برای اینکه مورد درمان قرار بگیره. میخوایم بخش دیگری از صحبت‌های، اجازه بدید من بخش رو ببینم. هر لحظه که با هم بررسی میکنیم اخباری در رسانه‌ها منتشر میشه، من احساس میکنم که بخشی از این اخبار رو اگر دقت نکنم و اگر هوشیار نباشم ممکن از زیر دستمون در بره و جزئیاتش بمونه. اجازه بدید من ذخیره میکنم تیکتی که با هم بریم جلو بهش میپرسیم. بخشی از صحبت‌های فرمانده نیروی انتظامی استان فارس رو در همین خصوص با هم ببینیم، برمیگردیم نکاتی دارم. از تروریست وقت اذان مغرب از یکی از درهای حرم وارد میشه، قبل از ورود به حرم با یه اسلحه شروع میکنه به تیراندازی به سمت مردم. تو همون راهروی اولی 7 نفر از زائرین عزیز رو مورد اصابت گلوله قرار میده. وارد سمت که میخواد بشه اونجا دیگه به وسیله عزیزان امنیتی و انتظامی دستگیر میشه، سالم دستگیر میشه و اسلحه‌اش ازش میگیرن. در این رابطه یه نفر هم بیرون از حرم ایست قلبی کرده که به بیمارستان انتقال شدن، الحمدلله حالش خوبه. از این 7 نفری که مورد اصابت گلوله قرار گرفته یه نفر به درجه رفیع شهادت نائل اومده و 6 نفر دیگه هم در حال درمانن که انشالله با دعای خیر مردم سلامتیشون برقرار بشه. سردار، اون کسی که وارد حرم میشه از سمت باول مهدی در واقع بیشتر به سمت نگهبان ها و اون حراست حرم تیراندازی میکرده. ایشون قبل از اینکه اصلا نزدیک به درب نگهبانی برسه بیرون شروع میکنه به تیراندازی و هر کسی رو تو راه رو میبینه تیراندازی میکنه و میدوه به سمت محوطه که بیاد این همه جمعیتی که داخل صحن بودن به سمتشون تیراندازی کنه، که خوشبختانه قبل از اینکه بتونه در سن تیراندازی کنه اونجا دستگیر میشه. باز خدا رو شکر که دستگیر شد و دقیقه عمق این حادثه بیشتر از این نشد. و الان وضعیت حرم رو ما بگید، خیابان‌های منتهی به حرم. ما تمام بعد از شنیدن این خبر نیروهای پلیس تمام خیابان‌های اطراف رو امنیتش رو برقرار کرد. عبور و مرور مردم به خاطر دلنگرانی که داشتن به سمت حرم میومدن برای روانسازی خیابون‌های اطراف حرم رو بستیم، ولی بعد از اینکه دیگه موضوع تمام شد خوشبختانه وضعیت عادیه. الان عزیزان هم برای زیارت هم برای تردد دارن عبور میکنن. چرا که حرم است بازگشایی کامل میشه الان به لحاظ امنیتی؟ ما انشاءالله تا 1 ساعت دیگه میتونیم منطقه رو کامل به صورت اول داخل حرم رو اجازه ورود و خروج بدیم. اینکه الان گوراک خاصی بر عهده نگرفته این حمله تروریستی رو؟ چرا، فعلا که اولین خبر داعش داده که چنین عمل
زشتی رو مرتکب شده. خیلی متشکرم سرار حبیبی. خیلی خوب، این ویدیو رو با هم دیگه دیدیم. یک توییت هم به شدت داره مورد توجه قرار میگیره، توییتی که مربوط به روزهای قبل از یک اکانت رژیم صهیونیستی، که این اکانت معمولاً بله به دلیل نوع توییت هایی که میزده مورد توجه بوده. من متن توییتش رو میخونم. گفته آخر هفته گرم رو برای دشمنان کشورهای یهودی در ایران، روسیه، سوریه، لبنان و صربستان و چین و برای سایر نقاط آرزومندیم. خیلی ها بعد از این توییت اومدن به این پرداختن که به نوعی آن چیزی که اتفاق افتاده است با هماهنگی و اشراف کامل دشمنان ایران که از ماجرا خبر داشتن رقم خورده. این حرف بعیدی نیست، حرف غلطی هم نیست. تکفیری ها که این مسئولیت رو بر عهده گرفتن اشاره کردن به اینکه در جنایتی که رخ داده است نقش داشتن. یه خدا قوت باید بگیم به اونها که مدافعان امنیت هستن. فاجعه ای رقم خورده است، همه ما عزاداریم، همه ما ناراحتیم، اما نباید این رو انکار کرد که می توانست فردی که وارد شده بیش از 200 گلوله به سمت انسانهایی که آنجا هستن شلیک بکنه. افرادی از جانشان گذشتند، سلحشوری به خرج دادن، شرافت به خرج دادن و در این ماجرا روایتی را رقم زدن که حالا ما میتونیم بگیم روایت یک شکست برای تروریست هایی هست که قرار بود خیلی ها رو شوکه بکنن با حمام خونی که میخواستن راه بندازن. دوستان عزیز، فیلم، تصاویر، چیزهای از این دست بسیار بسیار درباره این ماجرا زیاده. فکر میکنم باید بخشش رو نگه داریم، در گزارش های دیگه بهش بپردازیم. جماعت وطن فروش راه افتادن که آقا امنیت جمهوری اسلامی چی شد؟ خوشحالی هم وطنان تو کشتن؟ نه، دوست داری بیشتر بکشن تو برگری از نبود امنیت در ایران بگی؟ ای بی پدرها، ای بی شرفا، ای حرامزاده ها، شما وضعیت رو به سمتی بردید که تکفیری ها بتوانن آدم بکشن و بعد هم خیالشون راحت باشه که عده‌ای براشون اعدام نکنید بزنن. حالا از امنیت سوال میپرسید؟ امنیت روی این نقشه مشخصه. این امنیتی هست که داریم در دنیای خودمون میبینیم. دوستان، عملیات های مختلف تروریستی رو در نقاط مختلف عالم دارید مشاهده میکنید. ایران سبز سبز است و نکته ای دارد این سبز بودن. وسط نقاطی که کاملا گداخته شده ایران سبز سبزه. هر کجا رو شما نگاه میکنید کشورهای اطراف ایران مملو است از عملیات های تروریستی. یه جایی از شما درباره یک کشور صحبت میکنی اصلا اطرافش در مرزش ناامنی وجود نداشته. ما وقتی درباره ایران صحبت میکنیم همونطور که در نقشه قابل مشاهده است، دوستان عزیز نقشه رو در اندازه بزرگ دارید روی صحبت مشاهده کنید، تمام مرزهای شما درگیر فاجعه است، تمام کشورهای اطراف شما درگیر اقدامات تروریستی، تمام کشورهای اطراف شما به شیوه اینا امن است که دیگران از اطراف به داخل کشور شما مهاجرت میکنن، در بین این مهاجران کسانی میاین که فاجعه رقم بزنن. در حفظ این سرزمین وسط این همه گداختگی و وسط این همه آتش باید آفرین گفت، خدا قوت گفت به قهرمانهایی که خون دادن، هزینه دادن و مشتی زائشی در کنار دوستان داعشی خودشان میخوان زحمات و خدمات اینها رو زیر سوال ببرن. این ماجرا آغازی هست که من فکر میکنم تلاش داشتن در ماجرای مهسا جینا امینی برای ما رقم بزنن. اگر بتونن بیشترش هم میکنن. امید وطن فروشای ما، اونایی که در خارج نشستن، از جرسومه قومی کلا تا دیگرانشان، احتمالاً الان این را نشستن دستشون رو میمالن و میگن خدا کنه گردن نگیره، خدا یا خودت کمک کن گردن نگیره، قشنگ بندازیم گردن خودشون. همه اینا که تا الان انجام شده که کار شما جرسومه ها بوده، گردن خودش بندازه بگی کار خودشون. شما جرسومه ها توی توییتر این ور ور درخواست میدادید بکشید، بزنید، جنایت بکنید، حالا مثلا میخوای بگی کار خودشونه. کسی میگه کار خودشونه که تا الان گفته باشه ما داریم مؤدبانه اقدام میکنیم، ما داریم مؤدبانه کار انجام میدیم. کسی میگه کار خودشونه که هشتگ خرابکاری شرافتمندانه نزده باشه. نه شما روسیاها، نه شما صرفکنده ها، نه شما هایی که داداش ها و خواهرهای داعش هستین، زائشی هایی که فضای مجازی ایران رو تبدیل کردیم به جایی که از دلش داعشی بتونه بره ترکیه، ترکیه هماهنگ بشه، نیروهاشو برداره بیاره، بعدم بره باکو، از باکو اونم داعشی هایی که ملیتشون میخواستم یه جایی رو بگم دیدم گارد ایجاد میکنه، ملیتشون مربوط به جاهایی هست غیر از ایران، بعد هم گسیل بشن به ایران، در داخل ایران عملیات بکنن. یه چیز رو هم باید یادآوری بکنم آقایان مسئول، برای تروریست هایی که عادت کردن در آن سوی مرزهای ما، در باکو، در ترکیه، در کشورهای دیگر توطئه بکنند علیه ایران، سازماندهی بشوند بیایند، باید اساسی فکری بکنید، باید اساسی فکری بکنید. بعضی ها سرزمین های خودشان را به جایی برای ایجاد آشوب در ایران تبدیل کردند. آرزوشون اینه که بتونن این کارو بکنن، آرزوشون اینه که این رویه بشه، آرزوشون اینه که ایران به هم ریخته بشه. باید برای اینها هم کاری کرد که هزینه اقداماتی از این دست بالا بره. من این گزارش رو همینجا متوقف میکنم. اجازه بدید یک دور توی رسانه ها بگردم ببینم خبری مونده برای شما نخونده باشم.
بله تقریبا همه اخبار رو بهش درباره این قضیه اشاره کردیم. بعضی جاها اومدن ببین این روزها اما و اگرها و احتمالات مختلف و چیزهای از این دست خیلی زیاد بررسی میشه. من دیدم که یه سری از کاربرها دارن درباره این صحبت میکنن، میگن همزمانی که یه موجی راه افتاده توی رسانه‌های فارسی زبان، توی رسانه‌های عرب زبان، توی رسانه‌های عبری زبان و توی رسانه‌های غربی تحت این عنوان که آمریکا به ایران باج داده و همه آمریکا رو دارن درش سوژه میکنن، به یک باره یه خبری اومده این ماجرای باجدهی آمریکا رو برده تو حاشیه. اما میتونه مثلا ربط داشته باشه؟ ببین با قطعیت درباره هیچ چیزی نمیشه صحبت کرد. از طرف این ماجرا رو حتی اگه از نظر شما بی‌وزن باشه ردش هم نمیشه کرد. به یک دلیل، توییت دیروز رو دیدین؟ توییت زده گفته که ما امیدوارم در جاهای اتفاقاتی بیفته در آخر هفته یهودی‌ها. آیا حرفایی که میزد شبیه واقعیت شد یا نه؟ ممکن هست ایده کارهایی کرده باشن که ماجرایی به حاشیه برود؟ بعید به نظر نمیرسه. یک شکست، یک سیلیه بسیار دردناک آمریکایی‌ها خوردن، یک فضاحت براشون اتفاق افتاده، دوست و دشمن داره مسخرهشون میکنه. و در همچین شرایطی به یک بار چیزی رخ میده و ماجرا رو به شکل قابل تعاملی به حاشیه میبرد. من تسلیت عرض میکنم برای همه هموطنهای عزیز و از خدا صبر میخوام برای خانواده شهدایی که در این ماجرا جان خودشون رو از دست دادن. و یه نکته رو میخواستم یادآوری بکنم و اون نکته این بود، آنهایی که وقتی توی یه مملکت 40 تا بمب کش شده، آنهایی که وقتی توی یک مملکت 100 تا قبضه سلاح در آستانه ماجرای مهسا جینا امینی ضبط شده، آنهایی که وقتی جنایت‌های از این دست خونسا شده میان هشتگ کار خودشونو میزنن، اینها در جنایت‌های بعدی که علیه هموطن‌هایشان رخ میدهد نقش دارن، سهیم هستن، مؤثر هستن، چون تو داری کاری میکنی که اون بدونه میتونه کار انجام بده، اگه گردن نگیره تو ازش دفاع میکنی. هوشیار باشین در قبال بازی کثیفی که شروع کردیم. پرچم ایران والاست، پرچم ایران پایین هیچ وقت نمیمونه، پرچم ایران همیشه در اهتزازه. وطن فروشای ما که در این بازه زمانی دارن وطن فروشی رو به خرج میدن که در تاریخ بی سابقه بوده، رذالت اینا، جرثومه بودن اینها بی سابقه بوده، اینها کسانی هستن که سرشان تا همیشه پایین خواهد ماند. من نکته دیگه ای ندارم. اگر نکته داشتین در قالب پیام برای ما بفرستین، کمک بکنید که گزارش با پیام های شما کامل‌تر بشه. خاک پای امیر رفقا هستم، خیلی مخلصم، خیلی ارادت دارم، وقتتون بخیر.